دقت کنید به مثال بعدی. کدام یک از واکنش زی در دمای اتاق در جهت نشان داده شده خود به خود است؟ چرا؟ 4 تا ان او گاز علاوه 6 تا هاش 2 گاز میده 4 تا ان های 3 گاز علاوه 5 تا او 2 گاز. دلتا اش مثبت 906 کیلو جول، دلتا اس منفی 20 جول بر کلوین. دقت کنید به پاسخ. پس باز با توجه به این تیپ سوالات که میاد دلتا اس و دلتا اش و دما رو به ما میده و میخوام اینو واکنش خود به خود یا غیر خود به خود، باید بریم سراغ انرژی آزاده گیبز. باز دو تا نکته، اول تا این علامت بوده، هم علامت بودن این دوتا بر حسب جول و کیلو جول. خب دلتا اس منفی 20 جول اینجا بر حسب کیلو جوله که ضرب در 1000ش میکنیم مساوی است با جول. قسمت بعدی دمای ماست. خب دما گفته دمای اتاق، دمای اتاق همیشه 25 درجه است، بله به 273 میشه 298 کلوین. وقتی دلتا اس دلتا هاش و تی رو تعیین علامت کردیم، هم علامت کردیم، میذاریم در رابطه یه فرمول انرژی آزاد گیبز. وقتی اعداد رو جایگذاری کردیم جواب نهایی ما مساوی است با مثبت 911960 جول. حالا دلتا جی من شده مثبت. گفتم اگه دلتا جی مثبت باشه واکنش در دمای اتاق و یا دمای مورد نظری که داده شده اینجا 25 درجه بود به صورت غیر خود به خود خواهد بود. واکنش بعدی یا مثال بعدی، خب با توجه معادله داده شده دو تا H2O2 محلول میدهد دو تا H2 مایه به علاوه دو تا O2 گاز، دلتا H منفی 186 کیلو جول، دلتا S 140 جول بر کلوین. دقت کنیم به پاسخ. با توجه به صورت سوال که دلتا S و دلتا H رو به ما داده، گفتیم اول نکته اینه که باید این دوتا نسبت به جول و کیلو جول هم علامت باشن. اینجا مقدار ما بر حسب جوله، اینجا بر حسب کیلو جول که ضرب در 1000ش می‌کنیم مساوی است با جول. نکته دوم مقدار دما بر حسب کلوین بود. چون گفته دمای اتاق دمای 25 درجه در نظر می‌گیریم، برای 273 می‌کنیم جواب مساوی است با 298 کلوین. با توجه به دست اومدن دلتا هاش، دلتا اس و دما، میایم کمیت‌ها رو در رابطه انرژی آزاد گیبز قرار میدیم که جواب حاصلم مساوی است با منفی 227720 جول. دقت کنید الان اینجا علامت دلتا جی منفیه، پس دلتا جی منفی واکنش در دمای اتاق خود به خود خواهد بود. گفتیم اگه منفی باشه خود به خود، مثبت باشه غیر خود به خود. دقت کنید به مثال بعدی. کدام یک از واکنش های زیر در دمای اتاق در جهت نشان داده شده خود به خود است؟ چرا؟ واکنش آ H2 گاز علاوه 2 تا CO2 گاز میدهد CO گاز علاوه H2 او گاز، دلتا هاش هم 38.1 کیلو جول. واکنش بی C6H12O6 جامد تجزیه می شود به 2 تا C2H5OH مایه علاوه 2 تا CO2 گاز که دلتا هاش هم مساوی است با منفی 2801 کیلو جول. واکنش پی هم 2 تا H2 گاز علاوه O2 گاز میدهد 2 تا H2 مایه، دلتا هاش هم مساوی است با منفی 572 کیلو جول. دقت کنید به پاسخ. خب من میخوام ببینم این واکنش آیا در دمای اتاق خود به خود انجام میشه یا نه. خب دلتا هاش خود سوال به من داده، دلتا اس رو تعیین علامت میکنم روی معادله، دمای اتاقم که داده شده به عنوان دمای 25 درجه در نظر میگیریم. خب اولین کاری که انجام میدیم باید دلتا اش و دلتا اس رو تعیین علامت کنیم. برای تعیین دلتا اس گفتیم میایم مول های بی‌نظم دو طرف رو میشماریم. اینجا چون همشون گاز هستن مول های گاز رو میشماریم. در سمت چپ 3 مول گاز، در سمت راست 2 مول گاز. بی‌نظمی در سمت چپ قرار داره، پس این واکنش با کاهش آنتروپی همراست. گفتیم بی‌نظمی اگه سمت چپ باشه کاهش آنتروپی، اگه سمت راست باشه با افزایش آنتروپی. و دلتا هاش هم اینجا خودش گفته مثبت 38. پس توی تعیین علامت دلتا هاش مثبت، دلتا اس منفی. خب دلتا هاش نامساعد، دلتا اس نامساعد، چون هر دو عامل عامل نامساعد هستند. چون هر دو عامل نامساعد هستند در تمام دمه های واکنش ها به صورت غیر خود به خودی خواهم بود که اینجا توضیح شد دادیم چون هر دو عامل نامساعد هستند. بریم سراغ واکنش بعدی. بس باز باید دلتا هاش و دلتا اس تعیین علامت بشه. اینجا جامد مایع و گاز داریم، بس فقط مول های گاز رو در نظر میگیریم. سمت چپ 0 مول گاز، سمت راست 2 مول گاز. بی‌نظمی در سمت راست قرار داره، بس علامت دلتا اس مثبت، دلتا هاش هم که خودش گفته منفی، بس دلتا هاش منفی، دلتا اس مثبت. بس دلتا هاش عامل مساعد، دلتا اس مثبت هم عامل مساعد، هر دو عامل مساعد در تمام دمه ها واکنش داده شده به صورت خود به خود باید باشه که دمای اتاق هم حتما خود به خود خواهد بود.
قسمت بعدی دو تا هاش دو گاز به علاوه او دو گاز میدهد دو تا هاش دو او مایه، دلتاش هم منفی 572. باز اینجا گاز و مایه داریم، فقط گازها رو در نظر میگیریم. سمت چپ 3 مول گاز، سمت راست 0 مول گاز. بی‌نظمی در سمت چپ و دلتا اس منفی، دلتا هاش هم منفی. خب مشخص شد دلتا هاش منفی مساعد، دلتا اس منفی نامساعد. خب الان دقت کنی هر دو عامل عامل چی هستن؟ هم علامت، یکی مساعد یکی نامساعد. گفتیم اگر هر دو هم علامت و هر دو کوچیک‌تر از 3 باشن در دماهای پایین میتونن خود به خود باشن. پس اینجا در نظر میگیریم واکنش در دماهای پایین یا دمای اتاق به صورت خود به خودی خواهد بود، چون دمای اتاق هم یه دمای پایینی در نظر گرفته میشه. دقت کنید به مثال بعدی، عبارت های زیر با انتخاب کلمه های مناسب و خط زدن کلمه های نامناسب کامل کنید. الف، کار تابع حالت یا مسیر و انرژی آزاد گیبز تابع حالت یا مسیر است. ما گفتیم ما دو نوع تابع داریم، تابع حالت و مسیر. کمیت هایی که به ابتدا و انتها فقط وابسته میشن تابع حالت، کمیت هایی که به مسیر انجام واکنش وابسته هستن میشن تابع مسیر. که ما در توضیحات کلی گفتیم کار یک تابع مسیره، چون کار و گرما کمیت هایی هستن که به مسیر واکنش وابستن. پس ما در شیمی دو تا تابع مسیر داریم، یکی کار W، یکی Q گرما، و انرژی آزاد گیبز تابع حالت است. قسمت B، برای یک تغییر خود به خودی دلتا جی منفی یا مثبت است. ما گفتیم همیشه اگر دلتا جی منفی باشه واکنش خود به خود، مثبت باشه غیر خود به خود، اگر دلتا جی مساوی 0 بود اون واکنش تعادلیه. پس این جمله به این صورت در میاد، برای یک تغییر خود به خودی دلتا جی منفی است. قسمت جی، در دمای پایین یک دلتا هاش نامساعد یعنی مثبت یا منفی ممکن است از منفی تی دلتا اس مساعد یعنی مثبت یا منفی بزرگتر باشد، ولی در دمای بالاتر مقدار منفی تی دلتا اس کاهش یا افزایش یابد و کوچکتر یا بزرگتر از دلتا هاش شود. برای تعیین گزینه درست دقت کنید، عامل مساعد برای آنتروپی گفتیم دلتا هاش منفیه، برای آنتروپی مثبت، دلتا اس مثبت مساعده. اما وقتی ما در کمیت منفی تی دلتا اس میخواییم جایگذاری کنیم، گفتیم تی همیشه مثبته، یه علامت منفی هم پشتشه. پس دلتا اس مساعد مثبت وقتی در منفی ضرب میشه میشه منفی مساعد. پس وقتی کمیت منفی تی دلتا اس میخوام در نظر بگیرم، مساعدش میشه منفی، نامساعدش میشه مثبت. اما اگه کمیت فقط دلتا اس باشه، مساعدش مثبته، نامساعدش منفی. پس در نظر میگیریم، دقت کنیم، در دمای پایین یک دلتا هاش نامساعد یعنی مثبت، چون گفتیم دلتا هاش منفی مساعده، نامساعدش میشه مثبت، ممکن است از منفی تی دلتا اس مساعد یعنی منفی بزرگتر باشد، ولی در دمای بالاتر مقدار منفی تی دلتا اس افزایش یابد و بزرگتر از دلتا هاش بشه. پس دقت کنید، ما گفتیم دلتا هاش مساعد یعنی منفی، نامساعد یعنی مثبت. حالا در مورد منفی دلتا اس گفتیم دلتا اس مساعد میشه مثبت، وقتی این مثبت باشه در مثبت ضرب میشه میشه مثبت، یعنی منفی که ضرب بشه میشه منفی. پس منفی تی دلتا اس مساعد یعنی منفی. حالا وقتی دما زیاد میشه یعنی تی بزرگ میشه، به خاطر همین پس در افزایش دما منفی تی دلتا اس هم افزایش پیدا میکنه، میتونه بزرگتر از دلتا هاش بشه. این هم از این نکته دقت کنید. به مثال بعدی، با استفاده از رابطه دلتا جی مساوی است دلتا هاش منهای تی دلتا اس، خود به خودی بودن واکنش های زیر را در 298 کلوین پیشگویی کنید. آی دو جامد به علاوه سی ال دو گاز میده دوتا آی سی ال مایه، دلتا هاش منفی 47.8 کیلو جول، دلتا اس منفی 16.45 جول بر کلوین. دقت کنید به پاسخ. خب با توجه به دلتا هاش و دلتا اس داده شده و دمای داده شده، گفتیم دو تا کمیت، دو تا نکته باید حواسمون باشه، یکی هم علامت کردن دلتا هاش و دلتا اس که باید هر دوشون جول یا کیلو جول باشن، بعد جایگزینش انجام بدیم، یکی هم دما که اینجا خودش دما رو بر حسب کلوین به ما داده. خب پس میایم جایگزینی میکنیم، به جای دلتا هاش میگیم 47.8 ضرب در توان 3 جول
دلتا اس و تیرم که خودش جایگذاری میکنیم، جواب نهایی مساوی است با 428979 جول. اما علامت دلتا جی منفی، پس این واکنش میگیم به صورت خود به خودی انجام خواهد شد. خب دقت کنید به مثال بعدی. با توجه به مثال داده شده، دلتا هاش و دلتا اس هم که گفته شده، خود سوال داده دلتا هاش منفی 192 کیلو جول، دلتا اس منفی 837 هزارم جول بر کلوین، دمار هم خودش گفته 298 کلوین. گفتیم اولین نکته اینه که علامت دلتا هاش و دلتا اس باید هم جهت باشن، یعنی هر دو جول یا هر دو کیلو جول باشن، که ما مقدار دلتا هاش رو ضرب در هزار اس می‌کنیم به جول تبدیل میشه، جایگذاری می‌کنیم در جواب. دقت کنیم به پاسخ. انرژی رابطه انرژی آزاد گیبس می نویسیم، دلتا هاش گما و دلتا اس جایگذاری میکنیم که جواب مورد نظر خواهد شد منفی 191750 ممیزه 5 دهم ژول. جواب به دست اومده دلتا جی منفی، این واکنش به صورت خود به خودی انجام خواهد شد. گفتیم اگر دلتا جی منفی باشه واکنش خود به خودی، مثبت باشه غیر خود به خودی خواهد بود.